خب با سلام خدمت دوستای عزیز، خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم با یه برنامه دیگه. یه مدتی نبودم، برنامه ها کمتر شده بود، بعد گفتم که یک ویدیوی دیگه تهیه کنم که امروز میخوام راجع به یه مبحث خیلی جالبی صحبت کنم. چون دوستان میدونین که کانال تلگرامی هم خیلی وقته، میگم تلگرام، اینستاگرامی خیلی وقت راه اندازی شده و من سعی میکنم روزانه تقریبا مطالب خوب و مفیدی رو اونجا بذارم. الان هم آدرس کانال کانال اینستاگرامی من زیر صفحه دارین ملاحظه میکنین، اگه دوست دارین برین اونجا تعقیب بکنین. سعی میکنم بهترین چیزها رو اونجا ارائه بکنم، چون برنامه های ویدیویی یه مقدار کمتر شده، از این طریق جبران بکنیم. عرض شود به حضور شما که امروز راجع به یک موضوع خیلی جالبی میخوام براتون صحبت کنم، اونم رفتارگراییه. خیلی تا حالا راجع به این موضوع من گفتم توی برنامه های مختلف که راجع به انواع بیماری های روانی و اختلالات روانی توضیح دادم، همیشه گفتم رفتار درمانی شناختی CBT، این لغت رو گفتم، ولی تا حالا توضیح ندادم که مثلا این رفتار درمانی چی هست، چی جوری عمل میکنه، که خیلی هم الان تو دفاتر مشاوره دارن پول بابتش هم مردم میگیرن، کار خوبی هم معمولا انجام نمیدن. خودتون بدونین که مثلا این به چه صورتی کار میکنه. ببینین، اول یه توضیح مختصری بدم خدمتون. کلن الان توی روانشناسی و روانپزشکی کلن روی همدیگه چند تا مکتب هستن که کل کارها و درمانهای روانی و توضیح برای بیماریهای روانی توی این چند تا مکتب خلاصه میشن و هر کدوم اینا یک پاسخی و یک روشی رو توصیه کردن برای حل مشکلات روانی. خب معروفترینش روانکاویه یا روان سیستم روانپویشیه که به وسیله فروید ابداع شد، که برمیگرده به عقده ها و مشکلاتی که از دوره بچگی و عمدتا کودکی در ما مونده و این تعارضات حل نشده باعث مشکلات روانی ما در بزرگسالی میشه. خب برای هر کدوم هم اومده، برای مشکلات مختلف روانی اومده راهکارهایی رو روش روان کاوی پیشنهاد کرده. یک سری ها پیرو این مکتب هستن، یعنی روان کاوی، ولی خب اشکالی که داره خیلی طولانی مدت هستش، خیلی اثبات نشده توی خیلی از مریضی های روانی. تو بعضی ها مثلا خوب کار کرده، برفر مثلا توی یکی پیچیده ترین بیماری های روانی و یکی از واقعا بدترین نوعهاش مهلک هم هستش، چون 70% آدم های مبتلا به اختلال چند شخصیتی یا اختلال تجزیه هویت خودکشی میکنن، مثلا هیچ دارویی خوب کار نمیکنه، ولی این سیستم روانکاوی بهترین روش بوده برای حل این مشکل. به خاطر اینکه 90 بالای 90% افرادی که مثلا اختلال چند شخصیتی رو دارن، اینها در کودکی دچار سوء استفاده جنسی یا سوء استفاده قرار گرفتن. ولی در موارد دیگه سیستم روانکاوی خیلی خوب کار نمیکنه، چون اولا طولانی مدته، شما باید چند سال، هفته دو سه جلسه برین و روانکاو مراجعه کنین، تازه اگه روانکاو خیلی با تجربه باشه بتونه یه کاری برای شما بعد از سالها انجام بده، هزینه زیادی هم داره. دومین روشی که هستش روش رفتارگراییه، همونی که امروز میخوام راجبش توضیح بدم، که رفتارگراها که پاولوف اولین کارها رو در این زمینه انجام داد، البته قبل از اون هم انجام، ولی پاولوف میشناسن رفتارگرایی رو، که همون آزمایش معروف سگ پاولوف بود که میگفتن همه چیز رو یاد میگیره انسان. یعنی اینکه ما همون که جان لاک میگفت خیلی وقت پیش که فیلسوف بود، که میگفت انسان به صورت لوح سفید به دنیا میاد، یعنی ما هیچ چیزی تو ژنمون نیست، هر چیزی رو که یاد میگیریم،
هر چیزی رو که رفتاری رو که الان داریم حاصل یادگیری هستش، و وقتی که یک موجودی به دنیا میاد این مثل یک مثلا کامپیوتری میمونه که کاملا هارد رم همه چی خالیه، صفره، و از واکنش هایی که انجام میده و تبعات واکنشش که داره یک موجود زنده یاد میگیره که چجوری رفتار بکنه و حالتهای رفتاری و مشکلات یک نفر و شخصیتش به این صورت شکل میگیره که به وسیله دو تا مکانیزم شرطی سازی کلاسیک و شرطی سازی عامل انجامش که امروز راجبش توضیح مفصل میدیم. سومین روش، سومین مکتب توی روانشناسی یا روانپزشکی مکتب شناختیه، یعنی شناخت درمانی که روش درمانیه و مکتب شناختی اسمشه. مکتب شناختی هم که با کارهای آرون بک من اول مطرح شد و البته خیلی کسای دیگه، این روش هم روشیه که میگه نه، رفتار نیستش و یاد گرفتنی نیست، ما خطاهای ادراکی که داریم و تعبیر بدی که تو ذهنمون از جهان هست و از رویدادها هست باعث مشکلات روانی توی ما هستش. یعنی اونایی که توی مکتب شناختی کار میکنن و اعتقاد دارن توی مکتب شناختی میگن ریشه همه مشکلات تو ذهن ماست، ما بد فکر میکنیم، بعد دنیا رو شناختیم، جهان بینیمون بعد آدم منفی هستیم و همه پدیده‌ها به چشم منفی نگاه میکنیم. برای همین هم هستش که این منفی گرایی و این تفکرات و خطاهای ادراکی که ما داریم، برفرض مثل این که ما صفر و یکی فکر میکنیم، یعنی سیاه و سفید به همه چی نگاه میکنیم، یا ایدئالیست به قول معروف، یا مثلا تعمیم افراطی میدیم، اگر یک مشکل برامون تو زندگی بد بیاد از این فاجعه ای درست میکنیم و میگیم پس ما دیگه در همه زمینه ها بد شانس هستیم و همیشه برامون مشکل پیش میاد، و حدود 14-15 تا خطای ادراکی هستن که معتقدن کسایی که توی شناختی سیستم شناختی کار میکنن که این شناخت های ما از دنیا باعث مشکلات روانیه. مکتب بعدی که بیشتر مربوط میشه به کسایی بودن که توی آمریکا بیشتر این مکتب رو انداختن، یا مکتب انسانگرایی یا موج سوم توی روانشناسی، نیروی سوم توی روانشناسی بهش میگن، روانشناسای انسانگرا بودن که میگفتن که بیشتر مشکلات اینجوری هستش که ما در بستر جامعه و اون محیطی که توش رشد پیدا میکنیم در اونجا شکل میگیره، که اینا هم از مکتب پدیدارشناختی بیشتر درس گرفتن، از یک مکتبی پدیدارشناختی که قدیمیه که میگفتن بعد هر انسانی رو توی همون قالبی که زندگی میکنه مورد بررسی قرار داد، یعنی تجربه های هر فردی با افراد دیگه متفاوته به خاطر اینکه محیط زندگیش متفاوته، و اینها اومدن، انسانگراها اومدن گفتن که مثل مازلو و راجرز و اینا که ما باید بیایم به آدم‌ها برای رهاییشون از مشکلات روانی یاد بدیم که گذشته رو بذاریم کنار، برعکس روانکاوی فرویدی گذشته رو بذاریم کنار، ما با گذشته کاری نداریم، ما با حال حاضر فرد کار داریم، می‌خوایم مشکلات حال حاضرش رو حل کنیم، بهش یاد بدیم که چجوری در لحظه حال زندگی بکنه و به استعدادهایی که داره برسه و به اصطلاح معروف خودشکوفایی رو به دست بیاره. اون بعدی که دارم بهتون میگم که روش مکتب زیستی هست و به سرعت هم داره تو دنیا رشد میکنه، که بیشتر روانپزشکی هم الان و داروهایی که ابداع میشه تو این مکتب جا میگیره، اعتقادشون بر اینه که آقا این حرفا همه زیاد مهم نیستش و تمام پدیده‌ها و مشکلات روانی و بیماری های روانی و اختلالات شخصیتی ریشه در مغز و سیستم اعصاب مرکزی و خلاصه ریشه در بدن داره، و مشکلات روانی هم یک نوع مشکل جسمی هستش
که بالاخره یک جایی یا در مغز یه اشکالی داره، مثل بیماری های جسمی یا یک مشکل هورمونیه یا یک مشکل پزشکیه که باعث میشه که اون مشکل روانی در ما ایجاد بشه و خلاصه کلن رد تمام مشکلات رو در سیستم خود بدن، تو سیستم های فیزیولوژیک بدن ردیابی میکنن، مثل مغز و سیستم اعصاب مرکزی که داروهای روان پزشکی هم بر این اساس بیشتر میاد بیرون. روش آخر هم روشیه که بیشتر این رو ویگوتسکی و لئونتیف و کسایی که خیلی ها توی شوروی سابق روی مکتب کار کردن که مکتب اجتماعی فرهنگی هستش، که میگن مشکلات انسان ها توی بستر فرهنگ های مختلف و اجتماعات مختلف شکل میگیره و دلیلشون هم اینه که خیلی از مسائل که اصلا بیماری توی یک فرهنگی حساب میشه توی فرهنگ دیگه اون مشکل حساب نمیشه، یا اینکه مثلا در یک سری شرایط مثل شرایط فقر یا یک شرایط خاصی یک شخصیت های خاصی از توش میان بیرون. خب ما میدونیم که خیلی از کسایی میبینی که اسکیزوفرنیک هستن یا کسایی که بی خانمان و هوملس هستن، میگم اسکیزوفرنیک کسایی که بی خانمان و هوملس هستن تو کشورهای خارجی یا دچار فقر مالی میشن، معمولا اینها مشکلات اسکیزوفرنیک، مخصوصا خیلیشون اسکیزوفرنیکن، یعنی بیماری اسکیزوفرنی دارن و مشکلات روانی توشون بیشتره. یعنی میان میگن که توی یک طبقه خاصی زندگی کردن احتمال به وجود اومدن یک سری مشکلات روانی رو بیشتر میکنه تو هم. این کلن 6 تا رویکرد یا اپروچیه که کلن تو روانشناسی روانپزشکی وجود داره. شما هر جای دنیا برین بخواین مشکل روانیتون رو حل کنین، یا از یکی یا روش التقاطی که چند تا از این روش ها رو با هم قاطی میکنن، مثلا هم روش دارویی، هم روش رفتارگرایی، هم روش شناختی و به شما ارائه میدن، ولی از این 6 تا مکتب خارج نیستش. حالا رفتار درمانی چیه با این مقدمه طولانی که براتون گفتم؟ ببینه، رفتار درمانی یکی از واقعا روش های مهمی بود که توی درمان بیماری های روانی اومد توی کار، مخصوصا موقعی که دارو نبودش، داروهایی نبود، مثلا داروهای روان پزشکی عمدتا از دهه 50 و 60 میلادی اولی هاش اومد تو بازار، که بعد دیگه دهه 90 و 80 خیلی داروهای بهتری اومد، مثلا فلوکسیتین اومد اولین بار دهه 80، ولی داروی به اون صورت نبود. ولی رفتارگرایی در موقعی که هیچ دارویی نبود اومد خیلی خوب کار کرد، هنوزم برای یک سری اختلالات خیلی خوب کار میکنه. ببینید کلن روانکاوی، رفتارگرایی و شناخت و روش‌های شناختی بیشترین کاربردشون تو اختلالات نورتیکه، یعنی اختلالاتی که پایش استرابه. خب اختلالاتی که پایش توهم و عرشبت به حضور شما هذیان و اختلالات هذیانی هستش یا اختلالات سایکوتیک، اینها معمولاً با رفتار درمانی و شناخت درمانی یا روانکاوی خیلی پیشرفت نمی کنن، هرچند که بعد از استفاده دارو این کارا اگه روشون انجام بگیره خیلی مؤثره و اثر دارو رو بیشتر میکنه، ولی این مکاتب به جز دارو بیشتر روی اختلالاتی که پایش استراب هستش کار میکنن. اختلالاتی که پایش استراب هستش که بهش روان رنجور میگن، به آدمایی که پایه مشکلشون استراب هستش، اینها معمولا یک شناختی نسبت به بیماری دارن، ولی اونایی که روان پریش هستن یا اختلالات سایکوتیک دارن اینا اصلا اطلاعی ندارن از بیماریشون و خبر ندارن، برای همین که احتمال اینکه رفتارگرایی صرف یا شناخت درمانی یا روانکاوی روشون به تنهایی کار بکنه خیلی کمه. متاسفانه من شنیدم، با چند تا دوستانم صحبت کردم توی کانال تلگرامی، هی میگم تلگرام اینستاگرامی، که رفتن پولهای زیادی دادن به دفاتر مشاوره و به عنوان روانکاو و اینا، ولی مثلا اختلال پیچیده‌ای دارن
بر فرد اختلال بایوپولار داره، افسردگی خیلی شدیدی داره. اینها اول باید با دارو خوب بشه، بعد از این روش ها کمک بگیرین که عود بیماریتون کمتر بشه و زودتر خوب بشین، به جوابدهی به داروتون هم بهتر بشه، چون با قطع دارو خیلی از موارد افراد برمیگردن به همون حالتی که داشتن و خیلی هم دوست ندارن تا آخر عمر دارو بخورن. برای همین هستش که این روش ها بیشتر روش هاییه که مکمله تو اختلالات سایکوتیک، یعنی روان پریشی ها، ولی تو روان انجوری ها به صورت مستقل و خیلی هم واقعا مثلا تو فوبیا ها روش های روانشناختی خیلی بهتر از دارو کار میکنه برای خیلی از افراد. حالا رفتارگرایی رو الان براتون توضیحی میدم راجبش. اونم به این صورت بود که اولین بار خب پاولوف اومد، اون سگ پاولوف خیلی معروفه که اومد، همه تونین شنیدین حتما، یک پودر گوشتی رو میبرد به سگش میداد و این سگ ها میدید که بزاق، خب معلومه که در مقابل گوشت بزاق دهن سگ ترشح میکنه، چون این یک پاسخ طبیعیه، بهش میگن پاسخ غیر شرطی. محرک غیر شرطی هم اون پودر سگ هستش که این محرک غیر شرطیه، چون این محرک هر وقت ارائه بشه به صورت غیر شرطی پاسخ بزاق سگ ظاهر میشه. بعد از یه مدتی پاولوف چون باهوش بود اومد فهمید که وقتی که زنگ رو میزنه و میخواد وارد اون محوطه سگ ها بشه، سگ ها قبل از اینکه پودر گوشت بهشون ارائه بشه بزاقشون ترشح میکنه. بعد این رو اسمشو گذاشت، اون زنگ رو اسمشو گذاشت محرک غیر شرطی. خب و اون پاسخی که به محرک غیر شرطی داده میشه، یعنی بزاق سگ هم میشه پاسخ شرطی. پاسخ شرطی اون زنگ که میزنه محرک شرطیه، پاسخ سگ هم دیگه اینجا میشه پاسخ شرطی، یعنی جاشون رو با هم عوض کردن. وقتی که خودش مستقیم میومد اونجا پودر گوشت محرک غیر شرطی بود که پاسخ بزاق رو میگرفت، اینجا اومد جایگزین شد، پودر گوش با زنگ جایگزین شد. زنگ در رو که میزد بزاق سگ ترشح میکرد و همون پاسخ رو ازش میگرفت، یعنی که ما میتونیم بیایم یک چیز دیگه ای رو جایگزین اون محرکی بکنیم که در اصل یک پاسخی رو در یک موجود زنده ای به وجود میاره. اینو بهش میگن شرطی سازی کلاسیک. یک مدل شرطی سازی دیگه داریم که اسکینر این رو معرفی کرد، بهش میگن شرطی سازی عامل. شرطی سازی عامل به این صورت هستش که اون جاندار، ارگانیزم، انسان، حیوان، هرچی که هست، در اثر پیامدهای رفتاری که میکنه و پیامدی که میبینه، حالا خوب یا بد، تصمیم میگیره که اون رفتار رو ادامه بده یا اون رفتار رو قطع بکنه، اون کاری که ما دلمون میخواد رو باز بکنه یا دیگه نکنه، اون کار رو متوقف کنه. باز این برمیگرده تکنیک هایی که حالا بهتون معرفی میکنم چه جوری باید این رو به وجود آورد. این هم شد سیستم عامل، یعنی سیستم کلاسیک، شرطی کلاسیک بود. این هم شرطی عامل که توسط اسکینر معرفی شد. از این دوتا روش عمدتا استفاده داره میشه الان تو رفتار درمانی برای از بین بردن انواع اقسام فوبیاها و استرابها. خوبم جواب میده توی فوبیاها، وسواس، بعضی موقعا تو بعضی ترسای مرضی و اینا خیلی خوب جواب میده این روش. اصلا CBT رفتار درمانی شناختی یه قسمتش رفتار درمانیه. عرض شود به حضور شما که حالا ما از این روش، دوتا روش، شرطی سازی عامل و شرطی سازی کلاسیک، چجوری استفاده باید بکنیم. به این صورت استفاده میشه که کسایی که پیرو نظریه مکتب رفتار درمانی هم میگن همه چی یاد گرفتنیه. اول ویدیو گفتم پس ترس و استراب و اینجور مسائل هم ما یاد گرفتیم، حالا برعکس نظریه زیستی که میگه نه، یک سری ها با این استعداد به دنیا میان، که البته یه مقدار هم
این روش قوی تر الان داره ظاهر میشه که ما به نظر میرسه که واقعا بعضی ها ژن‌های استراب و استرس رو از دیگران بیشتر دارن، ولی رفتارگراها این فرض رو گذاشتن کنار و گفتن یاد گرفتنیه. یعنی ما اگر یک چیزی میترسیم، فوبی داریم نسبت به یک چیزی، اینو یاد گرفتیم که اینجوری باشیم. حالا باید یادگیری زدایی بکنیم، یعنی باید ما اون چیزی که یاد گرفتیم از ذهنمون خارج بشه با تکنیک های مختلفی که توی رفتار درمانی هست. یکی از تکنیک های خیلی مهمش مواجهه تدریجی هستش، یعنی که ما بیاییم با چیزی که ازش میترسیم به تدریج مواجه بشیم. یعنی چی؟ مثلا فرض کنید شما یک فوبیای ساده ترس از آسانسور داریم، مثلا ترس از محیط های بسته. اول به ترتیب روانشناس میاد برای شما طبقه بندی میکنه از اون محرکی که کمترین استرابو تو شما ایجاد میکنه تا اون محرکی که خود آسانسور سوار بشین و مثلا 10 طبقه رو بالا برین، طبقه بندی میکنه که چقدر در شما از مثلا مقیاس 1 تا 10 استراب ایجاد میکنه. از کمترین شروع میکنه، مثلا اول میگه اول فقط فکر کن الان تو آسانسوری. یه چند مدت به این ترتیب میرین جلو، بعد میبینین که استرابتون با فکر کردن به آسانسور یواش یواش کمتر میشه. وقتی که کم شد میره سراغ پله دوم، مثلا میگه بریم جلوی آسانسور وایسیم. مرحله سوم مثلا میگه بریم توی آسانسور وایسیم حرکت نکنه. مرحله چهارم میگه که 1 طبقه حرکت میکنیم. مرحله پنجم 2 طبقه. به همین ترتیب شما هی مواجه میشین با استرستون به ترتیب تا برسین به اون حد نهایی و اون هدفی که دارید که مثلا سوار شدن آسانسور که 20 طبقه هم برین بالا. دیگه میبینین درتون استرس خیلی کمتر شده با این روش. روش دیگهش غرق سازیه که همون مواجهه است منتها به صورت یکباره، و اینکه بعضی موقع این روش غرق‌سازی تو فکرم میشه انجام داد، حالا نه اینکه فقط یک محیطی باشین با اون محرکی که میترسین روبرو بشین، بلکه میتونین تو فکرتون به اون چیزی که میترسین فکر کنین، غرق در اون فکر بشین و بعد یه مدت هم مقاومت کنین، استرس رو تحمل کنین، به تدریج استرس کم میشه در شما. و روش های دیگه ای هم وجود داره که خیلی حالا بحث طولانی هستش، این هم خودش یک مکتبیه. عرض شد به حضور شما، حالا برای اینکه ما بتونیم این پاسخ ها رو بگیریم از یک موجود، مثلا بتونیم یه حالت تربیتی داشته باشیم، بتونیم رفتار یک نفر رو عوض بکنیم اونجوری که خودمون میخوایم، حالا چه رفتار بیمارگونه چه حتی از این روش استفاده میشه برای تربیت حیوانات، برای تربیت بچه میشه استفاده کرد، برای اینکه اصلا آدمهای دیگر رو ما بتونیم تحت کنترل خودمون در بیاریم. ببینید اصل این موضوع اینه که باید تقویت مجه صورت بگیره. یعنی وقتی که ما از روش ها استفاده میکنیم، تا از روش شرطی سازی کلاسیک یا عامل، تا یک تقویتی اینجا وجود نداشته باشه، یک جایزه خلاصه برای مغز وجود نداشته باشه، بعد از یه مدت اون رفتار اگر هم موجود انجام بده خاموش میشه و متوقف میشه توی اون موجود اون کار خوب. مثلا فکر کنین یک سگ و شرطی سو کردین که توی منزل ادرار نکنه، بره یه جای خاصی ادرار بکنه. خب بعد از یه مدت اگر بهش جایزه ندین این کم میشه و بعد از این مدت دوباره همون حرکات رو میکنه و اون چیزی که شما بهش یاد دادین که یک جای خاصی ادرار کنه رو یادش میره، به اصطلاح میگن خاموش میشه تو موجود اون پاسخی که شما میخوان. حالا ما روش های تقویت متفاوتی داریم برای اینکه یک رفتاری رو تو یک نفر تغییر بدیم. روش های تقویت کردن، خب 4 مدل میشه تقویت کرد. یکی رو بهش میگن تقویت مثبت، یکی رو میگن تقویت منفی. تقویت مثبت چیه؟ تقویت مثبت شما وقتی انجام میدین که دقیقاً یک پاسخی رو که از یک رفتاری رو که میخواین از یک نفر ببینید یا از یک جانداری ببینید وقتی که انجام میده شما تقویتش میکنید، بهش جایزه میدید. خب این میشه تقویت مثبت. تقویت منفی چیه؟ که یکم هم از این بیشتر مورد استفاده داره و بیشتر جواب میده، اینجوریه که شما
اون محرک دردآور رو بر می دارید از روی اون فرد یا اون موجود وقتی که اون کاری رو که شما می خواهد انجام می دین. فرض بکنین یک بچه یه خیلی شلوغ سر و صدا می کنه یا درسش رو درس ها و تکالیف مدرسهش رو خوب انجام نمی ده. شما میگید تا انجام ندی از اتاق هم نداری بیای بیرون. این میشه تقویت منفی در واقع دارین انجام میدین. یعنی اینکه بچه برای اینکه این محرک آزاردهنده رو از روی خودش برداره مجبور میشه که اون رفتاری که ما میخوایم رو انجام بده. سومی تنبیه مثبته که خیلی ساده است. میگیم اگر فلان کارو بکنی فلان جریمه در انتظارته، مثلا اگر چراغ راهنمایی رو رد بکنی جریمه میشی. دیگه ساده ترین موضوعشه. تنبیه منفی. تنبیه منفی اینجوری هستش که میگه اگر اون کاری رو که من میخوام انجام ندی پاداش و تقویتی هم وجود نداره. فکر کنیم یک نفریه که رئیس شماست، به شما قرار یک تشویقی بده. اگر شما اون رفتاری که اون میخواد رو انجام ندید، مثلا سر ساعت نریم سر ساعت میهاین، از تشویقی هم خبری نیست. اینو بهش میگن تنبیه منفی. خب این 4 تا روشیه که توی رفتار گرایی ازش استفاده میکنن برای تقویت کردن. یعنی انواع و اقسام روشهایی که میشه یک تقویت رو یا یک جایزه رو ارائه داد برای اینکه اون کلاس روش شرطی سازی کلاسیک و عامل حفظ بشه. چون وقتی که ما یک محرکی رو وارد می‌کنیم و دلمون می‌خواد که یک رفتار خاصی رو ببینیم، باید اینجا یک جایزه‌ای، یک چی تقویت کننده‌ای وجود داشته باشه، وگرنه یا اون رفتار ایجاد نمیشه یا اگر هم شما اون رفتار رو ایجاد کنید و شرطی بکنید بعد از یه مدت این خاموش میشه توش و ادامه پیدا نمی‌کنه. بنابراین باید تقویت همیشه صورت بگیره. تقویت هم گفتم به این 4 صورت که گفتم انجام میشه. اما حالا روش های تقویت کردن باز یک مدل هست که چجوری این روش ها رو ارائه بدیم. یعنی از این 4 تا که گفتم که تقویت مثبت، تقویت منفی، تنبیه مثبت، تنبیه منفی، حالا هر کدوم این روش هایی که اگر بنا به نظر شخصی کسی انتخاب کرد چجوری اینها ارائه بشه، این خیلی مهمه. یا 4 تا روش باز داره. روش این که شما بیاین تقویت رو، حالا هر کدوم که از اون روش هایی که گفتم میخواین ارائه بدین، به این صورتی که شما بیاین بهش میگن روش فاصله ثابت. یعنی این که به محض این که اون رفتار خوب رو از اون کسی که میخواین شما تربیتش کنین یا شرطیش بکنین، اولین پاسخ خوب رو که دیدین به فاصله زمانی ثابتی بهش جایزه رو بدین. یعنی مثلا بچه تکلیفش رو انجام داده، به محض اینکه اولین کار خوب و اولین رفتار خوب که همون انجام دادن تکلیف اینجا انجام داد، شما مثلا ظرف 10 دقیقه بهش پاداشش رو میدین. میگن هر چی پاداش زودتر داده بشه اثر تقویت بیشتره. بهش هم میگن قانون مادر بزرگ. یعنی شما بر فرض اگر یک کارگری دارید براتون کار میکنه، هر چی زودتر بعد از انجام اون رفتاری که شما ازش انتظار دارین تقویتش بکنید، این میگن تقویت زودتر و اثر بهتری داره. زودتر صورت میگیره، اون شرطی سازی زودتر صورت میگیره و اثر بهتری داره. عرض شود که روش دومش که چجوری ما این تقویت رو ارائه بدیم به این صورت هستش که بهش میگن روش فاصله ای متغیر. یعنی اینکه وقتی که پاسخی که شما میخواین از اون موجودی که مورد هدفتون هست میخواین شرطیش بکنین سر زد، شما حالا نه به فاصله مثلا ثابت 5 دقیقه 10 دقیقه هر چقدر که تعیین کردین، به فواصل متغیر. مثلا پاسخ اول، رفتار اولی که مورد نظر شماست رو داد، 5 دقیقه بعدش بهش جایزه رو میدین. دومین بار که اون رفتاری که شما رو خواستین کرد 10 دقیقه میدین. سومین بار 2 دقیقه میدین. به همین ترتیب. این یکم قابل پیشبینی نیستش که چقدر
پول میکشه برای موجود که جایزه، ولی باید بالاخره جایزه رو بهش در فواصل زمانی بدین. تو این دوتا نوع اول زمان مطرحه، یعنی با زمان کنترل میکنی. دوتای بعدی که روش متغیر هستش، روش اولی گفتم فاصله ای ثابت و فاصله متغیر هستش. اون دوتای بعدی به صورت تعداد رفتاریه که از شما میخواین اون آدم یا اون موجود انجام بده و به اون تعدادی که انجام میده بهش جایزه میدین. مثلا روش متغیر ساده به این صورته که وقتی که برفرض یک نفر 10 بار یک کاری رو انجام داد، اون پاسخی که شما میخواین، اون رفتاری رو که شما میخواین 10 بار انجام داد، شما بهش تقویت و جایزه رو میدین. یک عددی رو تعیین میکنید به همون داره. مثلا برفرض یک کارگاهیه برای تشویق، کارگاه مثلا کیف و کفشه، کارگرها دارن تو تولیدی کار میکنن، صاحب کار میخواد اینا رو تشویق بکنه، میگه هر 5 تا کیفی که شما درست کردین 1 دونه جایزه و پاداش میگیرین. خب روش بعدی که روش چهارمه که از همه اثر پایدارتری هم داره، در این روش میاین، همین روشی هستش که باید نسبت به تعداد دفعات رفتار خوب جایزه بدین، ولی این متغیره. خب به این صورت که مثلا دفعه اول با دوختن 5 تا کیف جایزه رو بهش میدین یا تقویت رو بهش میدین، دفعه دوم 10 بار که اون رفتار رو انجام داد، دفعه سوم مثلا 4 بار، دفعه چهارم 15 بار. یعنی اون موجود نمیتونه پیش بینی بکنه که چند بار باید یک کاری رو تکرار کنه که جایزه رو میگیره، ولی بالاخره باید جایزه داده بشه. یک بازه‌ای معمولا براش تعیین میکنن و یک میانگینی که متغیر هستش و این دیگه نمیتونه بفهمه که شما کی بهش دقیقاً. نقطه قوت این روش چهارمی برای ارائه تقویت این هستش که قابل پیشبینی نیستش برای اون موجود یا اون انسان که کی جایزه دریافت میشه، و یه بار ممکنه با 2 بار کار خوب و رفتار خوب جایزه داده بشه، یه بار با 5 بار، یه بار با 10 بار. این روش قوی ترین روش ثابت شده که این روش فاصله ای متغیر، فاصله ثابت و فاصله متغیر، فاصله متغیر هر 4 تا روش بهتر عمل میکنه و بیشتر میمونه. یعنی خاصیت دیرتر خاموش میشه رفتار. وقتی که پاداشو قطع بکنین، جایزه رو قطع بکنین، دیرتر تو موجودی که شرطی شده قطع میشه رفتار اگر روش 4 استفاده بکنین. خب اینها روش هایی بود که شما برای اینکه شرطی سازی رو انجام شد ارائه بدین تا اون رفتار توی اون موجود یا انسان بمونه، موندگار بشه. اما از همین روش ها معکوسش استفاده میشه برای اینکه بیاد بیماری های روانی رو درمان بکنه. چون مثلا ما وقتی که استراب داریم و ترس، فوبیک هستیم، مثلا از سگ میترسیم، از حیوانات میترسیم، از آمپول میترسیم، تو رفتار مکتب رفتارگرایی فرض بر اینه که ما اینو یاد گرفتیم، یه پاسخ استراب و ترس یک چیز آموخته شده ایه. مثلا ما بر فرض یک بار یک اتفاقی در دوره کودکی یا خیلی زمان پیش برامون افتاده، برفرض یک نفر آمپولزن غیر واردی اومده آمپولی مداده، درد زیادی رو تحمل کردیم، خونریزی شده و مشکل برامون پیش اومده، مدت ها گذشته ولی این برای ما حالت شرطی پیدا کرده. یعنی هر چیزی که شبیه اون آمپول باشه و تداعی کننده یا اون آمپول دردناک باشه برای ما، این باعث پاسخ استراب و استرس در ما میشه. و با روش های شرطی سازی که براتون گفتم میان به بیمار یاد میدن که چجوری بیاد
این رفتار و این یاد گرفتن معکوس بشه، این حلقه شرطی شدن شکسته بشه و اون فرد دیگه از اون محرک ترس‌آور نترسه و به حالت اول برگرده. خب میبینین که توی فوبیاها و اختلالات استرابی چقدر این روش میتونه خوب باشه. البته یک پایه علمی هم داره این موضوع، یعنی این که نیستش که فقط پایه نظری داشته باشه، پایه علمیش تو مغز انسان هم یا مغز حیوانات هم به این ترتیب هست، شرطی سازی که یک قسمتی توی مغز هست بهش میگن قسمت مزولیمبیک که توی اعتیاد به مواد مخدر یا اعتیاد به هر چیزی هم این سیستم دخیله که بهش سیستم پاداش مغز هم میگن، که دوپامین که همون هورمون لذت هستش رو توی بدن باعث میشه که ترشح بشه و شما لذت ببینید و اون کار رو ادامه بدین. و توی روش شرطی سازی وقتی که اون طرف یک کاری میکنه و جایزه دریافت میکنه، اون کار رو بیشتر انجام میده به خاطر اینکه از سمت مغزش و سیستم مزولیمبیک داره دوپامین به عنوان جایزه دریافت میکنه. خب خیلی از مواقع لازم نیستش که حتما اون جایزه بیرونی باشه، مثلا خوراکی باشه یا پول باشه، خیلی از مواقع جایزه‌ای که ما میگیریم درونیه، لذت درونیه. مثلا کسایی که معتاد به قمارن، معتاد به برفر سیکس هستن، معتاد به چیزایی هستن که شما نمود بیرونی جایزه‌ای بهش نمیدن اگه این کار زیاد انجام بده، اما اون جایزه‌ایه که مغز به شما میده. یعنی کسی که معتاد به قمار میشه، هر دفعه که قمار بازی میکنه چون سیستم مزولیمبیک مغز بهش جایزه میده، جایزه دوپامین و هورمون‌های شادی بخش ترشح میکنه تو بدنش و این حالت ریلکس و آرامش بخشی پیدا میکنه، این تشویق میشه که این کارو بکنه. بعد از این مدت شرطی میشه به این کار، یعنی هر موقع که ورق رو مثلا میبینه کسی که معتاد به قماره، این به طور ناخودآگاه احساس لذت بهش دست میده. خب آدم وقتی که یک چیزی بهش احساس لذت میده، دوست داره اون کارو بیشتر و بیشتر انجام بده که این لذت رو هی به دست میاره و کم کم به اون چیز معتاد میشه. حالا اون میتونه رفتار خاصی باشه، میتونه یک ماده مخدر باشه که هر دوش لذت در ما ایجاد میکنه و سیستم پاداش مغز ما به ما جایزه میده و ما اون رفتار رو تکرار میکنیم از جمله اعتیاد. حالا توی بیماری های روانی هم، بیشتر منظورم بیماری روانی بیماری هایی که پایشون استرام و استرس هست، ما باید این روند رو معکوسش بکنیم. یعنی وقتی که ما شرطی شدیم به این که یک محرکی رو میبینیم، این محرک تداعی یک محرک دردآوری رو که در گذشته داشتیم برای ما میکنه و این رفتار رو یاد گرفتیم، ما باید اینو شرطی زدایی بکنیم و برگردونیم به حالت اول. خب یکی از روشاش که گفتم مواجهه هستش، باید با اون ترسمون مواجه بشیم. قدرتمندترین روش توی درمانهای رفتارگرایی روش مواجهه هستش، که مواجه بشیم روش غرق سازیه، روش آرام، یاد بگیریم که چجوری عضلات بدنمون رو آروم کنیم در مواجهه با شرایطی که دچار استرس میشیم اینها، و کلی روش های دیگه که حالا توی این ویدیو جای بحثش نیست چون خیلی مبحث طولانی هستش و شاید بعضی ها اصلا سالها عمر میذارن که فقط این روش رفتار درمانی رو یاد بگیرن، کارگاه های مختلف. و اگه کسی علاقه داشته باشه میتونه بره راجبش تحقیق کنه، یک بحث خیلی گسترده ایه. عرض شد به حضورتون که کلیت موضوع رفتار درمانی این بود. حالا بعضی موقع ها اون قسمت شناختی که البته اون یک مکتب دیگه ای هم هست با این اضافه میکنن که پاسخ بهتری میگیرن، یعنی که علاوه بر این که میان شرطی زدائی میکنن از شما، یعنی اون محرک هایی که برای شما به صورت شرطی در اومدن و علامت و تداعی کننده یک اتفاق بد هستن و شما دوچار استراب و استرس میشین ازشون، اونها رو سعی میکنن که شما باش مواجه بشی و استراب و استرس به اون محرک شرطی کم بشه و بعد از یه مدت از بین بره. با شناخت درمانی هم میان ریشه های فکری شما رو هم همزمان با این کار درست میکنن، ریشه های بد فکر کردنتون رو.
خطاهای شناختیتون رو درست میکنن. خطاهای شناختی مثل این حالتی که شما تعمیم افراطی دارید یا مثلا دنیا رو سیاه و سفید میبینید که فکر میکنید که همه کار باید یا صفر بشه یا 20 بشه، یا برفرض خطای شناختی دیگه که بهش واتیف میگن و خیلی مهمه که اگر نشه چی میشه بعدش و بهش فاجعه پنداری هم میگن. یکی دیگر خطاهای شناختی مهمه که خیلی ها رو دچار مشکل میکنه، اکثر کسایی که اینجور فکر میکنن دچار مشکل میشن که مثلا میگن که حالا هنوز اتفاقی هم نیفتاده ها، میگن اگر این اتفاق بیفته چی میشه، اگر اون بشه چی میشه. همینجوری زنجیره استراب توی شما ایجاد میکنه این طرز تفکر. و روش های دیگه‌ای که وجود داره در این زمینه، حالا من براتون سعی کردم به صورت خیلی خلاصه رفتار درمانی و رفتارگرایی و مکتب رفتارگرایی رو براتون توضیح بدم. حالا روش های کلاسیک و عامل هم بهتون گفتم، شرطی سازی کلاسیک و عامل بهتون گفتم و یک سری هم توضیحات دادم که کلن چجوری این کار انجام میشه. حالا خیلی جزئیات دیگه ای داره این کار که اون کار دیگه روانشناس باید کسی که مراجعه میکنه اون کار رو انجام بده، به درد همه نمیخوره که بخوان این کار رو بلد بشن. گفتم یه پروسه طولانی یاد گرفتنش، ولی براتون من به طور خلاصه گفتم که خب چیز عجیبی نیست اگه به هوشتون خود رفتار درمانی یا درمان از طریق روش رفتاری به این صورت است که از روش شرطی سازی استفاده میشه که پایه اساسش روش شرطی سازیه و ما باید ترس هایی که به صورت آموخته شده یاد گرفتیم و آموختیم که از یک محرکی از یک چیزی بترسیم، به همون ترتیب که یاد گرفتیم و شرطی شدیم به همون ترتیب شرطی زدایی بشیم و به حالت خوب و حالت نرمال برگردیم. امیدوارم که از این برنامه هم راضی بوده باشید. حتما دوستان عزیز اگر دوست دارید برنامه ها ادامه داشته باشه لایک بکنید، اگر دوست ندارید هم دیسلایک بکنید. کامنت ها رو که من همیشه جواب میدم در اسرع وقت، ولی لایک رو لطفا یادتون نره. به خاطر چی میگم لایک یا حالا دیسلایک اگر دوست دارید؟ به خاطر اینکه یه سری های دیگر ببینن. واقعا اگر کسی مشکل داره با این کارتون کمک میکنین به افراد دیگه ای هم که اونها بتونن این برنامه رو ببینن اگر دوست داشتین، اگر دوست نداشتین هم که هیچ. خب امیدوارم که از این برنامه هم استفاده کرده باشین، تونسته باشم یک خدمتی به شما کرده باشم. تا برنامه بعدی که در خدمتتون به زودی انشالله این دفعه باشم، خدا نگهدار.